شاد باشید. تندرست باشید. بهرامی هستم. صدای منو دارید؟ هستید؟ تصویر رو دارید؟ همه چیز درسته؟ خب، بله، بله. خب. بله. خب، قبل از اینکه کلاس رو شروع کنم، یه سوالی دارم از خدمتتون. بچه‌هایی که متشکرم سپیده جان، بچه هایی که عروض رو به شکل شنیداری کار کردن یه عدد یک بزنن. نگین میگه که صدا نیست. خب بله، چون جواب دارن جواب میدن. بله سمایی، بله خوبه خوبه خوبه. کسی هست که توی کلاس شاگرد من بوده باشه؟ کسایی که شاگرد من بودن عدد دو بزنن. عدد دو شاگردای من. شاگردای من. خب کسی نیست به جز. بله خب ایراد نداره. بریم برای این که امروز من میخوام با شما یه مقدار کار کنم. ببینید تو بحث علوم و فنونتون یه قسمت دارید آرایه هاست، یه قسمت دارید عروضتونه، یه قسمت هم دارید که تاریخ ادبیات و سبک شناسیه. امروز تو مدت کمی که داریم من میخوام یه کاری کنم که اگر یه روزی دیگه تصمیم گرفتی به هر دلیلی توی کلاس نباشی یا نتونستی باشی، این راهی که امروز بهت یاد میدم باعث بشه بتونی خیلی راحت وزنها رو از طریق گوش پیدا کنی. خب بریم. آماده اید؟ کسایی که آماده هستن یه استیکر خنده شادی بودو نمیبینم. آها خوبه، متشکرم، باریکلا، چه شاد، چه سرحال، آفرین. آره فقط شاد، فقط شاد و پر انرژی. آدم موفق آدمیه که شاد باشه. هر آدم شادی موفقه، ولی هر آدم موفقی شاد نیست. چرا؟ چون کسی که شاده حتما یه کار خوبی کرده که موفق بوده توش و شادش کرده. پس اول شاد باشید. بریم. اما امروز من در کنار خودم کیو دارم؟ آقای، اگه گفتید، اگه گفتید، یه آقایی به اسم آقای، شاید بعضیاتون بدونید. ببینم کی می نویسه اسمشو. آه نداریم، نمیدونی؟ چرا خانوم نیست؟ الان معلوم میشه. خب اما میخوام قبل از اینکه خودش رو ببینید کارش رو ببینید، یک کار خوشگل بشنویم ازشون. به 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 به. آقای ترکاشفند عزیز، امیر جان میتونی یه کوچولو بیای جلو دوربین بچه‌ها ببیننه؟ خب یه آره 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 یه ذره دیگه میشه میشه میشه. خب آقای ترکاشفند عزیز، بله روزتون بخیر، موفق باشید عزیزم. خوشحالم، خوشحالم که در کنار آقای ترکاشفند عزیز میخوام یه درس بسیار بسیار شاد عروض شنیداری رو با هم کار کنیم. خب بچه ها قبل از این که بریم سراغ عروض به شیوه درسی، خوب گوشاتون رو تیز کنید. ببینید یه موقع شما یه صدایی رو میشنوید، بیاید دیگه بچه ها، بچه ها فقط بیاید تو کلاس ها، این یه ساعت و خورده ای رو با من باشید. خب یه موقع یه صدایی رو میشنوید، این صدا
پشت سر هم فقط داره تکرار میشه. ببینید عروسی رفتید عروسی، بعد از عروسی بیرون ببینید یه عده بوق میزنن فقط و فقط اینجوری، مثلا میگن دود دود دود. این الان کدوم بود به نظرتون؟ این الان دومی است. چرا؟ لطفاً کسی چت نکنه، چت نکنید، فقط اینجا ببینید یه بار با صدای من بشنوید، بعد با تنبک آیه ترکاشفن. اول که میایم بیرون از عروسی همه سرحال شاد، بالاخره غذا و نوشیدنی ها چسبیده، بعد میبینید اینجوری بوق میزنن، میگن دود 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 دود. خب یه ده سرحال ترن، اونا اینجوری میزنن دود 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 دود. خب آقا چه ربطی به درس داره؟ خوب گوش بده، الان میفهمی، الان میفهمی. یه لحظه صبر کنی. وزن عروضی اینه که شما قبلا سال دهم خوندید میگفتن که مفاهیلون مفاهیلون، صداقت وصل میشه. الان چی؟ الان میگن اصلا صدا نیست. خب خوبه. آره بچه ها، نتتون اگه ضعیف باشه، اگه نتتون ضعیف باشه متاسفانه این مشکل پیش میاد براتون. پس ببینید یه عده وقتی میزنن صدا خوبه، پس مطمئنن ایراد از اون بره. خب اما گوش بدید، گوش بدید، ببینید یه بار این شد دود 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 دود، یه بار این شد دود 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 دود. خب اما یه عده حالشون خیلی خوبه، اونا اینجوری میزنن دو 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 دو. خب این چی شد؟ عروض شما کلش همینه، میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید. اینجا نگاه کن، یه موقع میاد میگید که مثلا شعر اینه مفاهیلون 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 مفاهیلون. ببینید یه چیز داره هی تکرار میشه، اما یه موقع اینجوریه مفعول و فاعلاتون مفعول و فاعلاتون. ببینید دو چیزه دود 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 دود. خب این همونیه که توی کتابتون بهش میگید اوزان دو لختی، چون دو چیزه، دو لختی یعنی دو ریتم دو وزن. اما سال دوازدهم میرید یه چیز دیگه میخونید، مثلا میگید مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون. از زر در آمدی و من از خود به در شدم، گویی از این جهان به جهان دگر شدم. ببینید این مال سال دوازدهمتونه، اما نکته اینه شما برای سال ده و یازده اوزان همسان و همسان دولختی رو دارید میخونید. خب خوب نگاه کنید چه اتفاقی میفته. وقتی که شعر رو میخونیم دست من رو نگاه کنید، یه لحظه یه لحظه تصویری که من رو داره نشون میده، ببینید دست من دست من ها. خب دیدید؟ ببینید سه تا انگشت من به هم چسبیده. خب یعنی چی؟ یعنی شعرت رو سه بار بخون، سه بار بخون، بعد ریتمشو بزن، ریتمشو بزن. یعنی چی؟ خوب نگاه کنید، میگم الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها،
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول پا. دیدی اون ریتمه چیه؟ آقا من که تنبک ندارم سر جلسه امتحان با خودم ببرم، فقط خوب گوش بده. یه موقع دیدید دارید یه شعر میخونید بعد وسطش یادتون میره شعره، چیکار میکنید؟ ریتمشو میزنید دیگه. خب جاده های شمال که بستن، شمال هم که دیگه نمیشه رفت، ولی خاطراتش مگه از یاد آدم میره؟ نشستی و داری با خودت میگی جاده های شمال محال یادم بره، بعد یه دفعه شعر یادت میره به جای جاده های شمال، اما چیکار میکنی؟ ریتمشو میزنی، این کارو میکنی، میگی جاده های شمال محال یادم بره، نانای. خب دیدید وزن همون بود، ریتم همون بود. کاری که ازتون میخوام اینه وقتی یه شعر رو میشنوید ریتمشو بزنید. مثلا وقتی میگم که ای غنچه خندان چرا خون در دل ما میکنی، بقیهش یادم رفته. ای غنچه خندان چرا خون در دل ما میکنی، چی به ذهنتون میاد؟ چه ریتمی به ذهنتون میاد؟ بودو بنویس ببینم. بودو ای مونچه خندان چرا در دل ما میکنی، خاری به خود میبندی و ما راز سر وا میکنی، آفرین آفرین کیمیا، آفرین پارسا، آفرین رامین، دقیقا مستفعلون. خب چیزی که ازتون میخوام همینه. الان من فکر کنید دارم ریتم میزنم، خب به جای صبر کن شیدا جان، صبر کن الان متوجه میشی. شیدا اینجا نگاه کن، شیدا چرا، شیدا چرا، شیدا چرا، ببینید الان میگه مستفلون، ببینید. حالا اینجا نگاه کنید، بگو شیدا، بگو شیدا، بگو شیدا، بگو شیدا، بگو شیدا، بس بگو شیدا. آفرین آفرین. حالا دیدید شیدا بگو، شیدا بگو، شیدا بگو، شیدا بگو. دیدی فرق کرد؟ حالا اینجا به شیدا بگویم، 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 به شیدا بگویم که تو با دل من چه کردی، که اکنون ندانم چه گویم به این. ببینی؟ ببینی؟ به همین راحتی. خب منتها کاری که باید بکنی چیه؟ اینه که اون ریتم رو بفهمید. خب من فقط ریتم رو میزنم، شما بگید چیه. خب آفرین، مرسی، اینو بگید. آفرین. مفعول و فاعلاتون یا مستفعلون فاعلون، هر دو میشه. خب دیدید گوشتون باید یاد بگیره. دقت کنید چی میخوام بهتون بگم.
اگر که شما میخواهید ببینید یک غذا مزه‌ش چیه، مطمئنن اونو نمی کنید تو گوشتون، میخوریدش. وقتی که میخواهید ببینید مثلا یه گل بوش چجوریه، مطمئنن نمی کنید تو چشت، یا نگاش نمی کنی بگی این گل چقدر خوشبوه. اینجوری نیست که، بوش میکنی. خب وقتی میخوای ببینی ریتم و وزن یه شعر چیه، باید از گوشت استفاده کنی، نه از چشمت. خب درست شد؟ پس دقت کن مهدی، مهدی تو کلاس. خب اما من بچه ها در این حالی که تو درس دادن خیلی خیلی سعی میکنم سر حال باشم، موقع درس به شدت جدی هستم و این اخلاق بسیار بد منه که بعضی از بچه ها باش کنار نمیان. به خاطر این وقتی دارم درس میدم فقط گوش بده. من انقدر سعی میکنم کلاسم رو شاد نگه دارم که تو فقط و فقط یا بخندی یا چیز یاد بگیری، همین. هیچ حالت دیگه نداره، اصلا خستگی نداره کلاس که بریم ببینیم اینجوری هست یا نه. پس فقط و فقط خواهش میکنم تو کل سال مثلا نخوندی، حالا یه ساعت و نیمیه که با من، یه ساعت و نیم رو فقط در اختیار من باش، بذار من گوش تو رو شنیداریش کنم. خب اما یکی میگه آقا اوکی فهمیدم چی میخواید بگید، اب نداره رویا، بیا اب نداره، میگه که من فهمیدم شما چی میخواید بگید، باشه الهام بیا تو کلاس فقط گوش کن. این آیه آفلاین این براشون گذاشته میشه. بچه ها کل این کلاس آفلاینش برای شما گذاشته میشه، پس هر جاش نبودید مطمئنم میتونید با دیدن کلاس آفلاین راحت بفهمید. پس بیا تو کلاس. خب نگاه کنید بچه ها، یکی میگه آقا من فهمیدم شما چی میخواید بگید، باید گوشم کار کنه. منتها این که شما میگید مثلا بعد بچه ها میگن مستفعلون، من اینا رو بلد نیستم که تشخیص بدم مثلا الان مستفعلون فاعلاتون چیه. خب پس خوب دقت کن الان چه اتفاقی میفته اینجا. آره اینه سفر. بچه ها خواهش میکنم این قسمت رو خوب نگاه کنید، ببینید ارکانی که میخوایم با هم آشنا بشیم. من فقط یه بار گوش شما رو باش قوی کنم. ببینید کوتاه بلندی رو دیگه انشالله که دیگه بلدید. خب اصلا نمیخوام وزن رو حفظ باشی رویا، فقط الان گوش کن. اولی فاعلات رو نگاه کنید، فا بلنده، ا کوتاه، لا بلنده، تونم بلنده دیگه، پس اونم که خط عروضیشه فاعلاتون، درست شد؟ اینه دیگه فا، این نه نگاه کنید، فا، ا، لا، تون، درسته؟ خب ما اینا رو با چی یاد میگیریم؟ دقیقا آقا مهدی دقیقا. ببین من چه بگم فاعلاتون، چه بگم دم ددم دم. خب اصلا تو بگو خرخخرخر، تو بگو جر 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 جر، تو بگو فرففرفر، مهم نیست که، همش به خاطر اینکه تو ریتم رو یاد بگیری. گوش کن، من میگم فاعلاتون دام دادام دام، فاعلاتون تن تن تن، فاعلاتون زر 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 زر، فاعلاتون شور 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 شور. خب اینه دیگه. خب حالا گوش کن، فقط گوش تیز باشه. ببین من بعدش چیکار میکنم، میخوام فقط یه بار بشنوید اسمشونو، فقط مهدی فقط گوش کن، اصلا تن تن رو ول کن. اینجا نگاه کنید، من وقتی یه شعر براتون بخونم خدا وکیلی گوشتون الان ببین چه صدایی بلند پیش خودتون بگید، مثلا ببین به نام خداوند جان و خرد. خب به نام خداوند جان و خرد، به نام خداوند جان و خرد، به نام خداوند جان و خرد، به نام
نه 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 اصلا فولانی نمیخوام، قدمشو بیا. خب به نام خدا اوند جا اونو خرد، به نام خدا اوند جا اونو خرد. دم 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 دم. مگه اینو نیومدید؟ خب این میشه وزن. اینو بگونم، ای عاشقان ای عاشقان، دم 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 دم. ازت فقط همینو میخوام، همینو میخوام. خب تو گوشت بذار این کارو بکنه. خب نگاه کنید، فاعلاتون 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 فاعلاتون. خب بذار گوشت فقط بشنوه. بعدی فاعلون فاعلون دام دادا فاعلون 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 دام دادا دام دادا دام دادا. خب بعدی مفاعلون 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 مفاعلون. متشکرم. بعدی فاعلون 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 فاعلون. متشکرم. بعدی مستفعلون 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 مستفعلون. خب بعدی فعلاتون 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 فعلاتون. یاد چه شعری میافتید بچا؟ آفرین مسیحا، آفرین. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان را که تو امنا نمایی. ملکا ذکر تو گویم فعلاتون فعلاتون. دقیقا ببینید به جایی میرسید، به جایی میرسید تو این کلاس که میگید کاش همه درس ها مثل عروض راحت بود. فقط و فقط کافیه توی کلاس باشید. بریم. فعلون تاتاتاب فعلون 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 فعلون. بعدی بیا، بعدی چه باحاله. مفتعلون 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 مفتعلون. واله و شیدا دل من، بی سر و بی پا دل من، وقت سحرها دل من، رفته به هر جا دل من، رستم از این بیت و غزل، ای شخ و سلطان ازل. مفتعلون 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 کشت مرا. دقیقا. خب بریم بعدی. مفاعلون دادم دادم مفاعلون مفاعلون مفاعلون. تو بخت من نبوده ای، مرا تباه کرده ای، تو روز روشن مرا شب سیاه کرده ای. مفاعلون 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 مفاعلون. در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند،
و دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند مفاعلون مفاعلون. میگه صدا و تصویر رفت. بچه ها صدا و تصویر دارید؟ مریم خب مریم بپر دیگه درستش کن خودت. ولی فاعلاتو 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 بچه ها فاعلاتون الان میفهمی فاطمه؟ یه لحظه آروم باش آروم باش. میدونی چیه؟ نبودید نبودید یه دفعه جلسه اول میخوای فکر میکنی که همه چیزها رو قاطی میکنی. اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. خب آره گوشتون قوی میشه بعد میفهمید چی به چیه. فقط میدونید چیه؟ تصویر. بچه ها نتتون ایراد داره، به خدا نتتون ایراد داره. رفرش کنید رفرش کنید. خب یه لحظه گوش بدید، یه مثال براتون میزنم، این مثال من رو بفهمید. میگن که توی جنگل هزار پا توی جنگل خب اومد اومد. آروم باش آروم باش. اومد. خب عزیزم یه صدا، صدای من بده؟ جنازه صدای من بده؟ آها خب تصویر، تصویرم که هست درسته؟ وقتی که یه اتفاقی میفته کلن قاطی نکن، یکم آروم باش آروم باش. خب حس بدی داری؟ خب آروم نباش، هیجانی شو اصلا بمیر. خوبه؟ آروم باش. خب بریم. اینو داشتم میگفتم، توی جنگل، توی جنگل آره آره دقیقا دقیقا شیدا. بچه گوش بدید، میگم توی جنگل میگم بهتون مقدسه، حل از اون وقتی میدید که همه از رقص زیبای هزار پا لذت میبرن، حسود بود دیگه. نامه‌ای برای هزار پا نوشت که هزار پای عزیز، هنگام رقص تو اول دست 54م بعد پای 270م بعد دست 12م تو تکون میدی یا برعکس؟ هزار پا که هیچ وقت هیچ وقت به این قضیه فکر نکرده بود، به این قضیه هیچ وقت فکر نکرده بود، با خودش فکر کرد که واقعا من چیکار میکنم وقتی میرقصم؟ خب و این باعث شد که دیگه هیچ وقت نتونه درست برقصه. در صورتی که وقتی شما میرقصید دقت کنید، تصویر بنده رو نگاه، بیا بیا آه حالا آه 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 بیا آه. خب لعنتی لعنتی، مگه من فکر میکنم که الان آقای ترکاشتن مثلا وقتی داره میزنه بزنید آقای ترکاشتن آه اول این بعد حالا با این ریت این بعد حالا این؟ نه دیگه، خودش میاد خودش میاد. درست شد؟ پس بذارید بذارید وزن بذارید وزن خودش تو گوشتون بره. بیا اینجا نگاه کنید، بیا تو کلاس، بیا تو کلاس. فاعلاتو دم ددم ده فاعلاتو 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 حالا بعدی مفاعیلو دم دم ده مفاعیلو مفاعیلو مفاعیلو. بعدی مستفعلو مستفعلو دم دم دده درست. و آخری مفعولو دم دم ده مفعولو
دم دم ده مفعولو مفعولو. خب یکی میگه آقا خب وزدارم گفتید فهمیدم چی میخواید بگید، اما الان مثلا بیاید با هم دیگه خوب نگاه کنید بچه ها، همه حواس ها اینجا نگاه کنید. فعولون رو، فعولون رو میخوام ببینم چی کار میکنید. بودو بینم فعولون سرم را، فعولون بگو بگو تو چه من این نویسم در اینجا که با این بخواند. فعولون آیه چت بچه رو باز بازه ببینم. آفرین مریم زبانم. فعولون فعولون حسابت عزیزم کتابم دماغم. کجایی برایم حسابم. آی صبر کنید بچه ها، علی رضا حاتمی نوشته پاهایم، به نظر شما میشه علی رضا؟ فکر کن دادم دادم پاهایم پاهایم کتابم مدا. آقا چرا همش روی یه وزنید بمیرید؟ عروسک آها همه دماغم دهانم. بابا یه چیز دیگه بگو. آها نجویت مرسی. مغازه آها غلامی نصیری به پویت شرایط میایی میایی لواشک خدایم دلم را کبیری. دقیقا فهمیدید؟ بودو بینم بعدی رو بگید. مفاعیلان مفاعیلان خدایا من خدایا من حسابت را حسابت را نگاه من عزیزم را. ولکن باز رفت تو لباسم را کتابم را. یه چیز دیگه بگو لعنتی. آها ماشینم ماشینم چجوری میشه این؟ عزیز من چه صحرایی. آیه آذرباد تا اینجایی که نبودی و ولکن، نه اینجا به بعد گوش بده، بعدم برو آفلاین رو ببین. سراغم را بگو با من چه میخواهی. مصیبت ها کشیدم من ز کوی یار می آید. مناجاتم شکارم را دری بکشا نگاهم را گناهت را. آفرین همینا درسته همینا. برو بینم مستفعلان 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 من مدقولی دریا دلان دریا دلان من مدقولی. ای خدای من چجوری میشه لعنتی. گلبوته ها صاحب دلان کارافرین زهرا گلی با پختگان آقستران ای ساربان. آقای آذربادی یه بار دیگه این پیامتو بدی کلم پرتابت میکنم بیرون. یه بار گفتی از اول نبودم فهمیدم جوابتو دادم، حالا ای سوزنت رو گذاشتی رو این که از اول نبودم. خب از اول نبودی به اسفل و سافلین که نبودی، از این به بعد گوش بده. خب بریم. این شد از این. حالا نگاه کنید ببینم چی کاره ای. اقابی اقابی فعولون اقابی کلاقی چراقت. خب حالا بعدی رو شما بگید. برو ببینم ولش کن. دیوار دل دیوار دل دیوار دل دیوار دل دیوار دل دیوار دل. آفرین
احساس بینم. بعدی چشم مستت، چشم مستت، چشم مست، چشم مستت، چشم مستت، چشم مستت، چشم مستت، چشم مستت. خب بریم بعدی. خدایا، خدایا، متشکرم. بعدی می سرودم، می سرودم، می سرودم، می سرودم. متشکرم. بعدی بیا گلی بر سر، گلی بر سر، گلی بر سر، گلی بر سر، اوه اوه، گلی بر سر، گلی بر سر. بابا چیکار میکنه یه طور قشنگ نکن با دل من. بیا ولی من فایده. بعدی شعر مرا، شعر مرا، شعر مرا، شعر مرا، شعر مرا، شعر مرا. خب خب بیا بیا بچه‌هایی که اصلاً با این مدل آشنا نبودن اول کلاس، نبودن و الان فهمیدن چی شد، یک بزنن. تا همینجاشا، تا همینجاشا اصلا بلد نبودن و الان فهمیدن چی شد. ببینی دوست عزیزی که میگی من نفهمیدم، عدد یک رو ببین. پس ببین مقاومت نکن در برابر یادگیری، شل کن گوشتو، شل کن، بذار گوشت شل همینجور آویزون، بذار راحت باشه. خب من مگه چیزی گفتم؟ میگم بذار به مرور زمان یاد میگیری. آروم باش، آروم باش. خب بریم بعدی رو نگاه کنیم. بچه ها میخوام این شعره رو پر کنید. فکر کنید، فکر کنید. دلم را گرفتم ندادم به دستت، انای نای انای نای ز چشمان مستت. خب بیا. دلم را گرفتم ندادم به دستت، انا اینا انا اینا ز چشمان مستت. میدونم فولونه مرده، شعر بگو، یه چیزی بگو. انا اینا انا اینا ز چشمان مستت، چشم را گرفتم ز چشمان مستت، چشم را. خب نداره، یاد میگیری. گرفتم نمام هنینا نمست، خریدی هنینا ز چشمان مست، حسابم گرفتم ز چشمان مست. آفرین مریم. دلم را گرفتم ز چشمان مست، خب متشکرم. ای 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 با هم دیگه حرف نزنید. امیر مهدی، فاطمه، مرده، هر حرفی دارید با من میزنید. بریم. خب بعدش میریم سراغ چی؟ مستفعلا. نگاه کن. در کوچه ها، پس کوچه ها، با دلبری دل میبری، از ما چرا بی ماجرا. فاطمه سجادی نسب، بار آخر باشه که اختار دادم بهت، وگرنه بعد پرتاب میشی بیرون، پرتاب. حواست جمع کنه بدون هیچ گونه شوخی. نه نه مطمئنم که دیگه بار آخرشه. برو بینم. آقای خیاطی خداحافظ، امیر مهدی خیاطی خداحافظ. به
پیداش کردی؟ خب اول کلاس گفتم من توی کلاس هاپو میشم، بعد دیگه بد میشه. این اولیش بود، حواست جمع کن. کلاس کلاسه، هر حرفی دارید با من میزنید. خب بریم. بره دل میبری با دل بری در یک نگاه. خب بریم بریم. حالا میریم سراغ چی؟ میریم سراغ این قسمت. اینجا خوشگل میشه کار. بچه ها لطفاً همه حواستون رو جمع کنید، ببینید چی براتون آوردم. بهرام اومده، چی چی آورده؟ نخود و کشمش با صدای چی؟ فاعلاتون. خب فقط و فقط حواستون جمع باشه، تخته رو نگاه کنید، گوشتون هم این صدا رو بشنوه، بعد ببینید که چه اتفاقی میفته. همسان فاعلاتون فاعلاتون، تخته رو نگاه کن. فاعلاتون فاعلاتون، هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد. هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت بر نیارد. هر برای زوم داره نرجس، زوم داره، زوم رو بزن. فا ا لا تون دو س دا رد. فا ا لا تون جا نو دل بر. فا ا لا تون وی گو ما رد. فا ا لا تون هر که چیزی. فا ا لا تون دوست دارد. فا ا لا تون جان و دل بر. فا ا لا تون وی گمارد. فاعلاتون. بعد سه تا بیت اینجا دیگه با تمام وجود میای تو کلاس. هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد. هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت بر نیارد. تا جوان بودم ز هستی غیر ناکامی ندیدم. روز پیری ای عجب جز بی سرانجامی ندیدم. گر بگویم ور خموشم ور بجوشم ور نجوشم. اندر این فتنه خموشم تو برو می بای صادق. خب دیدید بچه ها، حالا نگاه کنید، لطف کنید فقط و فقط جواب منو درست بدید. بچه ها تا جوان بودم ز هستی غیر ناکامی ندیدم بر وزن فاعلاتون. خب تا جایی که من میخوام جواب منو بدید. خب تا جوان بودم ز هستی غیر ناکامی ندیدم. فاعلاتون، فقط تا فاعلاتون اولی، تا کجاش میشه به نظرتون؟ فاعلاتون، نه نه تا جوان بودم رو بگید. تا جوان بودم گوشت بذار کار کنه فاطمه. جنازه فاعلاتون تا جوان بو. آره آقا تا جوان بو چیه؟ تو چی کار داری؟ هر جا که وزن تموم شد همونجا وسط کلمه است باشه. تا جوان بو فاعلاتون. حالا بعدی فاعلاتون. ریحانه چرا هستی هستی فقط؟ آره دیگه دمز هستی تا جوان بو. دمز هستی درست شد؟ حالا بعدی فاعلاتون. آفرین 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 متشکر، عالی عالی. غیر نانه، غیر ناکا.
غیر ناکام. خب می ندیدم فاعلاتون. خب حالا میریم مصرع بعدی، روز پیری. فاعلاتون مصرع بعدی، مصرع بعدیش روز پیری رو بگی. فاعلاتون روز پیری، روز پیری. خب تا روز پیری اومدیم ادامهش. فاعلاتون آفرین. ای عجب جز بعدی. یک 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 صدا 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 اومد. خوبه بی سرنجا می ندیدم. اوکی علامت ها صدا 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 ندا ندا نوا نوا خدا خدا همش هست. بریم برو بینم بعدی. خیلی راحته وقت همدیگر رو نگیریم. گر بگویم فاعلاتون، ور خموشم فاعلاتون، ور بجوشم فاعلاتون، ور نجوشم. خب حالا مثال بعدیش رو شما بگید. ببین جایی که تموم میشه بگو، کار نداشته باش وسط کلمه سنا. من در این فتنه خموشم، تو برو میبای ساده. فاعلاتون دقت کن. فاعلاتون ان در این فت، آها ان در این فت. حالا ادامهش فاعلاتون. آفرین آفرین. ادامهش تو برو می باش صادق. فاعلاتون آفرین. تو برو می، تو برو می. حالا فاعلاتون باش ساده، باش ساده، باش ساده. آقا باش صادق چیه؟ باش صادق دیگه. دوست عزیز هجای کشیده رو یه ا بده، هجای کشیده رو یه ا بده، هجای کشیده رو یه ا بده، یه ا بده. باش درست شد. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دده پیر برنا بود. صدا 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 خوبه؟ خش سب 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 صدا 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 نوا خدا خدا صدا صدا نوا نوا خدا خدا بیا بیا اومد. خب بریم بریم بریم. خب نگاه کنید، از هجای کشیده رو یاد باشه یه ا باید بدی، درسته؟ حالا یه سوال دارم، یه سوال دارم. اگر که اگر که یه همچین سوالی داشته باشید که کدوم میشه کدوم نمیشه، اینم فاعلاتونه. خب دقت کنید، دقت کنید. فاعلاتون فاعلات فاعلاتون فاعلاتون این من رون است و گفت درد دل و هم گساو. چطوری غلطه فاطمه؟ بمیری الهی چجوری غلطه؟ این در مانسته گفتن درد دل با غم گساری. این در ما نسته گفتن
درد دل با غم گساری. دیدید میشه؟ برو بعدی. بگذری در کوی یارم تا کنی حال دلم را. دقت کن، من هیچی نمیگم، فکر کنید ببینم. بگذری در کوی یارم تا کنی حال دلم را. آقا اگه یه موقع من یه مصرعش رو نفهمیدم چیکار کنم؟ مصرع دیگه شو بخون. خانم جلوگر آفلاین رو درست بشین نگاه کن، بعد انتهای کلاس یه چیزی بهت میگم به همتون که خیلی راتون میندازه. بریم. بگذری در کوی یارم تا کنی حال دلم را. فاعلاتون. بگذری در کوی یارم تا کنی ها ل دلم را. فاعلاتون. درست شد؟ پس دومی هم درسته. بعدی، ماه رو یا روی خوب از من متاب. 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 ای چهار تا فاعلاتونه جنازه؟ چهار تا فاعلاتونه؟ ماه رویا فاعلاتون، روی خوب از فاعلاتون. من متا، من متا، فاعلون، فاعلون، آی فاعلون، وای فاعلون، آه فاعلون، او فاعلون، فاعلون میاد. خب پس این نمیشه. بعدی، گرم و تی خدمتت را کفر فرماوی بگوید. فاعلاتون، گرم و تی فاعلاتون، خدمتت را فاعلاتون، کفر فرما فاعلاتون، تی بگوید. این نمیشه؟ چرا نمیشه؟ گرم و تی فاعلاتون، خدمتت را فاعلاتون، کفر فرما فاعلاتون، تی بگوید فاعلاتون. چهارمی هم میشه. دوتای بعدی شما میگید. گر دلی داری به دلبندی بده. چهارتا فاعلاتون باید بشه. دقت کن. گر دلی داری به دلبندی بده. گر دلی داری به دلبندی بده. گر دلی داری به دلبندی بده. بله نرگس، یکیشم کافیه. گر دلی داری به دلبندی بده. خب نمیشه، قبوله؟ چی میشه پس؟ چی میشه؟ گر دلی داری به دلبندی بده. چی میشه؟ آفرین، آفرین، فاعلون آخرش، متشکرم. اما آخری ببینم میشه یا نه. روزی اندر خاکتو، به خاطر اینکه آخری فاعلونه نجس. روزی اندر خاکت افتم ور به بادم می رود سر. فاعلاتون، 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 فاعلاتون. حالا که میگی درسته سری جواب منو بدونم. با فاعلاتون من شعر و تختیکان. فاعلاتون. آفرین، آفرین، بنویسید همه، همه بنویسید. روزی اندر، بعدی فاعلاتون، آفرین، خاکت افتم فاعلاتون، فاعلاتون. به بادم فاعلاتون می رود سر. آه بله. خب اما بچه ها خوب گوش بدید، همه حواستون اینجا. امسال سال 11 شما اینا رو خوندید، اوزان دوری رو خوندید. اوزان دوری دقیقا دو چیزی که داره تکرار میشه. نگاه کنید. مفتعلن فاعلن، مفتعلن فاعلن، زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت
بر سر پیمان شد شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب باز به پیران سر عاقل و فرزان شد مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن. این از این بعدی مفعول و مفاعیلون مفعول و مفاعیلون وقتی دل سودایی می رفته به بستان ها بی خویش تنم کردی بوی گل و ریحان ها گه نعره زدی بلبل و نغمه دریدی گل ما یاد تو افتادم از یاد برفتان ها مفعول و مفاعیلون مفعول و مفاعیلون. بعدی مفعول و فاعلاتون مفعول و فاعلاتون دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ده روز مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شما یارا مفعول و فاعلاتون سایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان هلو های با دشمنان اوکی بای با دشمنان اوکی بای اون و فاعلاتون. و آخری مفتعلان و مفاعلان مفتعلان و مفاعلان تا به بنفش میدهد زهره مشک سایه تو پرده غنچه میدرد خنده دلگشای تو مفتعلان و مفاعلان مفتعلان و مفاعلان ای گل خوش نسیم من گل خیش را مسوز که سر سد می کند شب همه شب دعای تو مفتعلان و مفاعلان مفتعلان و مفاعلان. درست شد؟ آره. خب حالا ببینیم یکی از جزوه‌ها یکی از وزن‌ها اینه مفعول و مفاعیلون مفعول و مفاعیلون. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم مفعول و مفاعیلون مفعول و مفاعیلون. خب حالا با شما دائم گل این بستان شاداب نمیماند دریاب ضعیفان را در وقت توانایی زهدت به چه کار آید گر رانده درگاهی کفرت به چه کار آید گر نیک سرانجامی. برو بینم اولی دائم گل این بستان مفعول و مفاعیلون بودو بینم آفرین دائم گل این بستان بعدی رو بگو دختر شاداب نمی ماند آفرین بعدی رو بگو آقا آفرین دریاب ضعیفان را مفعول و مفاعیلون در وقت توانایی زهدت به چه کار آید مفعول و مفاعیلون گر رانده درگاهی کفرت به چه کار آید گر نیک سرانجامی. خب حالا این با شما فقط عدد برای من بنویسید مثلا بگید 1 3 5 6 میشود بقیهش نمیشود. بود ببینم شعر رو میبینید انشالله که زوم کن لام از سب زوم کن من الان نگو مبینو الان نگو همه رو با هم بگو 1 مثلا 3 5 6 اینجوری همه رو نگاه کن
آقای ترکاشتن کمکشون کن. مفعول و مفاعیل. خیلیاتون خوب نوشتید، خیلی. اولی باز آمد و باز آمد آن عمر دراز آمد آن خوبی و ناز آمد تا داغ نهد ما را مفعول و مفاعیل مفعول و مفاعیل ای خوشده تو خوش دامن دیوان تو ای آمد در کش قدحی با من بگذار ملامت را مفعول و مفاعیل مفعول و مفاعیل مفعول و مفاعیل معشوق به سامان شد تا باد چنین بادا کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا مفعول و مفاعیل مفعول و مفاعیل. جنازه صبر کن دارم میگم، تا اینجا این سه تا شد دیگه، یک دو سه شد. بعدی شاد آمدی ای محرو ای شادی جان شادا تا بود چنین بودی تا باد چنان بادا مفعول و مفاعیل مفعول و مفاعیل. خب چارم شد، چارم شد. بعدی بیهوده چرا فکر دو چشمان تو باشم؟ خب یه ذره فکر کن. بیهوده چرا فکر دو چشمان تو باشم؟ مفعول و مفاعیل بیهوده چرا فکره؟ خب باشه، عیب نداره، میشه ادامه شید. مفعول و مفاعیل دو چشمان تو باشم. این چه جور وضعیه؟ این چه جور وضعیه؟ این چیه؟ این اینه. بیهوده چرا فکر دو چشمان تو باشم؟ بیهوده چرا فکر دو چشمان تو باشم؟ عاشق شده ام به عشق کتمان شدنی نیست. بیهوده چرا فکر دو چشمان تو باشم؟ آفرین علی رضا، دقیقا همینه. بچه یه بار دیگه من شعر میخونم، نگاه کنید یاد چی میافتید. بیهوده چرا فکر دو چشمان تو باشم؟ بیهوده چرا فکر دو چشمان تو باشم؟ عاشق شده هم به عشق کدمان شدن اینی. نای 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 اهل حرم سلام دار نای ای کاش در دیزی ما باز نمیمان. یا کاش که در گرب کمی شرم و حیا بود. مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول مستفعل و مستفعل و مستفعل و مستفعل مفعول و مفعول و مفعول. خب دیدید که تمام اینا وزنایی بودن که شنیده بودید، دقیقا همون علمدار نیامد علمدار. ببینید که خیزید و خزارید که هنگام خزان است باد خنک از جانب خارست وزان است دهقان به تعجب سر انگشت است مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول. پس این هم از این درست شد. حالا این وضع رو سال بعد میخونید، سال دوازدهم. نگاه کنید بچه ها، اینا هاشش. مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول. یا را قدحی پر کن از آن داروی مستی تا
نو از سر صوفی برود علت هستی مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول بر من که سبوهی زده ام خرقه حرام است ای مجلسیان راه خرابات کدام است گو خلق بدانند که من عاشق و مستم آواز درست است که من توبه شکستم مفعول و مفاعیل و مفاعول بله اولش و آخرش مثل همه ولی وسط اینجوری نیست اینا اوزان بهش میگن ناهمسان شیدا ناهمسان هن اینا خب نگاه کنید الان ببینم با این که سال دوازدهم نیستید ولی گوشتون بذارید فقط گوشتون کار کنه مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون رو ببینم پیدا میکنید اینجا کدوم نمیشه کدوم هم میشه آقای هاشمی عزیز این کلاس مال یازدهمی هست یازدهمی ها اختیارات رو نخوندن اختیارات مال سال دوازدهمه ولی اگر دوازدهم بود حتما حتما خواهم گفت خب گناه دارید خب چیکار کنم کلاس مال یازدهمی هست اگر کلاس دوازدهم نکته و تست براتون گذاشتم اگه دوازدهم براتون نکته و تست گذاشتن بله هست صدا رفت هست بله هست خب بچه ها گفته کدوم الان در چه حدی بگم تارا در چه حدی بگم در یه حدی بگم که همینجا یه جا همه اشکات بریزه آره میگی اشکام آره نه نمیگم جوری نمیگم هنگ کنی اونایی که دوازدهمن اونایی که دوازدهمن بهتر میفهمن اینجا نگاه کن مثلا بهت میگن ابدال داریم یا نداریم ابدال خب فقط کافیه آره یه لحظه گوش کن فقط بچهای دوازدهمی ها یه عدد دو بزنن دوازدهمی ها دو بزنن دوازدهم ندارید خب ندارید پس مرض داری دنبال اختیارات میگردی وقتی دوازدهم نیستی بریم سراغ این ببینیم چه خبره بریم اولی میشه یا نه یک سه چهار پنج هشت یک نه چهار نه خب بریم ببینیم چیه آی ترکستان مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول سوزه دل صد پاره که در نامه نوشتیم در یاد اثر کرده که ناخوانده درید است مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول ترسم که تو از مهر من آزاد کنی دل و از مهر تو هرگز نشود جان من آزاد مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول که شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد مفعول و مفاعیلون مفعول و مفاعیلون سه نمیشه بعدی مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون خیزید و خزارید که هنگام خزان است شدین هم بریم بعدی من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه من چند تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه مفعول و مفاعیلون مفعول
مفعول و مفاعیل و بعدی خواهد به سرایت شب هجران تو یا نه ای تیر غمت را دل عشاق نشانه ای تیر غمت را دل عشاق نشانه خواهد به سرایت شب هجران تو یا نه مفعول و مفاعیل و مفاعیل مفعول و مفاعیل و دوتای بعدی هم که اونور حلشون کردیم این دوتا هم میشدن هفت و هشت. پس دیدید گوشتون اگر قوی باشه چقدر راحت میتونید تشخیص بدید که میشود وزن رو از راه گوش هم به دست آورید. خب حالا اینجا نگاه کنید. اگر که خواستید بیشتر اطلاعات پیدا کنید یه کانالی این عروض شنیداری تو اینجا نگاه بکنید خیلی خیلی را می افتید توی بحث عروضتون از نظر شنیداری. من تا یه چیزی بهتون میگم هر چقدر هم خوب باشید یه سری چیزا هست بره تلگرام یه سری چیزا هست باید سر کلاس یاد بگیرید. اون نکته ها رو که توی کلاس من اینجا براتون میگم اون برای بهتر شدنه. عروض شنیداری رو چیکار کنی؟ گوش بده اون وزنا رو که گوشت قوی بشه. درست شد؟ توی کلاس وقتی باشید هر جا نفهمید کامل براتون توضیح میدم و همه چیز رو اینجا میتونید توی کلاس بفهمید. آفلاین های کلاستون رو براتون میذارم بعد از کلاس. خب ببینید امیدوارم که در پایان کلاس به این نتیجه برسید که کاش کلاس ها همیشه اینجوری بود، چون نمیخوام که یه جوری باشه فکر کنید جلسه اولینه. از اول تا آخر همینه، از اول تا آخر کلاس ما همینه. یه چیزی هم بهتون بگم، آرایه هاتون هم به همین شکل کار میکنیم، اونطور نه که با ریتم ها، آرایه هاتون هم با قلق یاد میگیرید. یه لحظه دستای من رو نگاه کنید، دستای من رو ببینید. ببین من میخوام از شما بپرسم سقف آرزو به نظر شما اضافه تشبیه یا اضافه استاری؟ سقف آرزو ت یا الف؟ ت تشبیهی، الف استاری. وقت نگیر. ت یا الف؟ سقف آرزو. خب حالا اینجا رو نگاه کنید. هرچی یاد گرفتی و بریز دور، یه لحظه دست من رو نگاه کن. اگر دوتا دست من کامل استاریه، اگه این اولی جزئی از یه چیز اگر دوتا دست من کامل تشبیهیه، انقدر اینجا غلط دیدم اصلا تعجب کردم. اینجا نگاه کن، اگر دوتا دست من کامل اومد تشبیهی بگو. اگه این اولی جزئی از یه چیز بود بگو استاری. خب دست من نگاه، خانه آرزوها. خب این میشه تشبیه. اما میگم سقف آرزوها، سقف جزئی از خون است. خب پس میشه استاری. فکان هرچی میگم الف یا ت میزنی. دریای غم، آفرین. بودو آی سمیرا جنازه، دریا جزئی از چیه؟ دریای غم تشبیه. اما موج غم استاری. درست شد؟ فکر کن درست شما بده. ریشه عشق. آفرین
آها اون کیه داره ته میزنه؟ درخت عشق، درخت عشق، این شد حالا ته. ریشه جزی از درخت، خب مرده. ببینم ترمز پیشرفت، اجاب ترمز پیشرفت. آها حالا ماشین پیشرفت. آها حالا یکم درگیرتون میکنم. منقار هوس، منقار هوس. برای چی میزنی ته؟ بیام با منقار چشاتو درارم. خب حالا بگید ببینم اگر اونور من بخوام تشبیهش کنم چی بنویسم؟ ها آره مثلا می‌نویسیم کلاغ هوس، عقاب هوس، پرنده هوس. بود ببینم، بود دقت کن. اسب خوشبختی، اسب خوشبختی. ای انگشتت بشکنه که الف میزنی. اسب لعنتی، اسب جزء چیه مثلا؟ خب حالا استعاریش کنید، استعاریش کن به جا. اسب خوشبختی استعاری کن. آها سم خوشبختی، آها یال خوشبختی، زین خوشبختی، دقیقا نعل خوشبختی، افسار خوشبختی. بجا میرم بعد یا بگو اولاغ بدبختی، اولاغ بدبختی. آها حالا استعاریش کن. دوم بدبختی، جفتک بدبختی، چه میدونم. درست شد؟ همه اینا میشن اضافه استعاری، اضافه تشبیه. فهمیدی؟ بگو بینم، بگو بینم. پیچ و خم، پیچ و خم غزل، پیچ و خم غزل. پیچ و خم غزل، آفرین. آها حالا میگم چی؟ جاده غزل، جاده غزل، آفرین. این میشه چی؟ تشبیه. تو عاشقت هم باشه. درست شد؟ این میشه تشبیه. خب اینم از این که نه ببینید میخواستم بهتون بگم وقتی هم آرایه داشته باشید، وقتی آرایه داشته باشید آرایه هاتونم به همین شکل براتون میگم. خب یه چیز دیگه هم بگم تا اینجا اومدید حالا دست خالی نرید. اینجا رو گوش کن، اینجا رو گوش کن. هر چی من بهتون میگم بگردید دنبال یک کلمه‌ای که در معنی خودش به کار نرفته. خب اینم بگم، اینم بگم بعد برید. گوش کن، گوش کن. بیا رویا مرده بیا. اینجا نگاه کنید، میگم که سرم را، سرم را کوتاه کردم. خب بچه ها جواب منو بده، ننویس، ننویس مرده، ننویس. کدوم کلمه در معنی واقعی خودش به کار نرفته است؟ خب سر، میگوییم سر. منظورمون چیه؟ منظور، منظور. آها مو. خب حالا بگید ببینم سر و مو، خب رابطه این دوتا رابطه شباهت یا غیر شباهت؟ فقط همینو بگو، شباهت یا غیر شباهت. شباهت فاطمه، یعنی سر تو مانند مو است، موی تو مانند سر است، شباهت. جنوز غیر شباهته. خب حالا که غیر شباهته بهش میگیم مجاز و سلام. خب حالا اینجا رو نگاه کن، یه بار دیگه غلط بگی میام میزنم اون چراغ صورتتو کور میکنم. ها کدوم کلمه در معنی خودش نبود؟ کدوم کلمه در معنی خودش؟ میگم میزنم چراغ صورتتو کور میکنم، مینویسی سر. لعنتی این جمله که الان گفتم اگه غلط بگی میزنم چراغ صورتتو کور میکنم، کدوم کلمه؟
خب چراغ. خب چراغ دیگه، اگر منظور از چراغ چراغ نیست پس چیه؟ خب چشم. حالا بگو چشم، چشم جزئی از چراغ است یا مانند چراغ؟ شباهت یا غیر شباهت؟ آها شباهت، پس میشه استعاره، پس میشه استعاره. خب حالا گوش کن، هر چی من میگم به همین شکل بوده بینم، بوده جواب منو بده. میگم گل من بیا، درس که تموم میشه قد که میکنی کلاس رو، پدرت مادرت میگه گلم بیا کلاس تموم شد، با بهرامی بودی الهی بمیرم مخ آدمو میخوره. کدوم کلمه بود؟ گل. پدرت میگه گل، خب منظورش چیه؟ توی دیگه، توی. خب حالا این تو جزئی از گلی یا مانند گلی؟ مانندی دیگه، پس میشه استعاره. تموم شد. بعد تو هول میشی میری سمت بابات، بری یه دفعه پات میخوره به مبل. اون انگشت کوچیکه است، همیشه وظیفش انگار اینه بخوره به مبل. خب بعد یه دفعه میگه اوی 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 اوی، بابات میگه چی شد؟ میگی پوم پوم. چی؟ پا. میگویم پا، منظور، منظور انگشت. انگشت مانند پا یا جزی از پا؟ پس میشه مجاز. تو شد جنازه های عزیز، کلاس همون شد. آها ببینید، من گفتم جنازه های عزیز، علیرضا حاتمی نوشت جانم. خب نگاه کنید، میگویم جنازه، منظور، منظور، منظور. خدا نگهدارو مرد، کجا میری؟ منظور. آها ما. حالا شما جزی از جنازه اید یا مانند جنازه اید؟ آفرین. ببین همه تون می نویسید مانند، قبول کردید مانند جنازه اید. آفرین آدم راستگو اینا. خب پس میشه چی؟ میشه استعاره. به همین راحتی حال کردید. آره کلن همینه، کلن همینه. توی این هم آتش دات بی آ، اینم اینستاگرامه که توی اینجا هم میتونید کارای من رو ببینید. شاد باشید، خدا نگهدارتون باشه. باشه آفلاین میذارن، جزوه‌تون هم که امروز دیدید میدم براتون بذارن. تن درست باشید، شاد باشید. استیکراتون کو؟ خداحافظ و مرگ. استیکره؟ آها آها، از اینا، از اینا، از اینا. آقای ترکاشم خداحافظیه، خداحافظیه. اه با جانم، قربونتون، خدافظ.